گویند یکی از دانشمندان آرزوی زیارت حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف را داشت و از اینکه موفق نمی‌شد رنج می‌برد. در نجف اشرف بین طلاب معروف است که هر کس 40 شب چهارشنبه مرتباً و پیاپی به مسجد سهله برود و عبادت کند، خدمت امام زمان علیه السلام می‌رسد. مدت‌ها در این باره کوشش کرد ولی به مقصود نرسید. سپس به علوم غریبه و اسرار حروف و اعداد متوسل شد و چله ها نشست و ریاضت ها کشید و نتیجه نگرفت. ولی به خاطر بیدار خوابی های فراوان و مناجات سحرگاهان صفای باطنی پیدا کرد. گاه نوری در دلش پیدا می شد و حال خوشی به او دست می داد. در یکی از این حالات به او گفته شد: دیدن امام زمان علیه السلام برای تو ممکن نیست مگر آنکه به فلان شهر سفر کنی. هرچند این مسافرت مشکل بود ولی در راه انجام مقصود آسان. روانه آن شهر شد و در آنجا نیز بر ریاضت مشغول شد و چله گرفت. روز 37 یا 38 به او گفتند: الان حضرت بقیت الله علیه السلام در بازار آهنگران در دکان پیرمرد قفلساز نشستند. همکنون برخیز و شرفیاب شد. با اشتیاق از جا برخاست و روانه دکان پیرمرد شد. وقتی رسید دید حضرت آنجا نشستند و با پیرمرد گرم گرفته و سخنان محبت آمیز میگویند. همین که سلام کرد حضرت پاسخ دادند و با اشاره فهماندند که بنشین و ساکت باش و تماشا کن. در این حال پیرزن ناتوان و قد خمیده عصازنان وارد دکان شد و با دست لرزان قفل را به پیرمرد نشان داد و گفت: ممکن است برای رضای خدا این قفل را به مبلغ 3 شاهی از من بخرید که من به پول آن نیاز دارم؟ پیرمرد قفل را گرفت و نگاهی به آن انداخت. دید بی عیب و سالم است. گفت: خواهرم، این قفل 2 عباسی یعنی 8 شاهی ارزش دارد، چون پول کلید آن بیشتر از 10 دینار یعنی 2 شاهی نمی شود. چنانچه شما 10 دینار به من بدهید، من کلید آن را خواهم ساخت و در این صورت قیمت قفل و کلید مجموعاً به 10 شاهی خواهد رسید. پیرزن گفت: نه، نیاز به قفل ندارم. شما آن را 3 شاهی از من بخرید. شما را دعا خواهم کرد. پیرمرد گفت: خواهرم، تو مسلمانی. من هم ادعا می کنم که مسلمانم. چرا مال مسلمان را ارزان بخرم و حق وی را ضایع کنم؟ این قفل همکنون 8 شاهی می ارزد و من اگر بخوام از آن منفعت ببرم آن را به 7 شاهی می خرم، چرا که در 2 عباسی معامله بیش از 1 شاهی منفعت بردن بی‌انصافی است. اگر می خواهی بفروشی، من 7 شاهی خریدارم و باز تکرار می کنم که بهای واقعی آن 2 عباسی است، ولی من چون کاسبم و باید نفع ببرم 1 شاهی ارزان تر می خرم. شاید باور حرفهای پیرمرد برای پیرزن سخت بود، چون او قفل را پیش همکاران پیرمرد برده بود و آنان حاضر نشده بودند که بابت آن حتی 3 شاهی مورد نیاز وی را پرداخت کنند. ولی اکنون می دید که پیرمرد می گوید حاضر است 7 شاهی بابت خرید آن به وی بدهد. بالاخره پیرمرد 7 شاهی به پیرزن داد، قفل را از وی خرید و او خوشحال و شاد از مغازه بیرون رفت. پس از رفتن پیرزن، امام علیه السلام رو به دانشمند یاد شده کرد و فرمود: آقای عزیز، داستان را تماشا کردی؟ این گونه باشید و این گونه شوید تا ما به سراغتان بیاییم. چله نشینی و توسل به علوم غریبه سود ندارد. عمل صالح داشته باشید و مسلمان باشید تا من بتوانم با شما همکاری کنم. من از بین تمامی مردم این شهر این پیرمرد را انتخاب کردم، چرا که وی دین دارد و خدا را می شناسد و این نیز امتحانی بود که داد. آن پیرزن از اول بازار کالای خود را عرضه کرد. چون او را نیازمند دیدند، همه در صدد برآمدند که جنسش را ارزان بخرند و هیچ کس حتی به پرداخت 3 شاهی نیز حاضر نشد، ولی این پیرمرد به 7 شاهی آن را خرید. هفته ای نمی گذرد مگر آنکه من به سراغ او می آیم و از وای دلجویی و احوال پرسی می کنم.